بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیز، سلام. شب و روزتون بخیر. به 180 درجه خوش آمدید. تا زمانی که آرمان شهر موعود با حضور منجی رخ بدهد، بعید است بتوان حکومتی یافت که از خطا و نقص مبرا باشد و رفع و بهبود این مسائل و مشکلات نقد می‌طلبد. با نقد است که راه برای دیدن مشکلات هموار می‌شود. می‌توان ریشه هایشان را تحلیل کرد و در یک دیالوگ سازنده به راه حل‌هایی برای برون رفت از مشکل و حرکت در مسیر پیشرفت دست یافت. اهمیت این نقد تا بدان جاست که در بیان امام علی علیه السلام یکی از حقهایی که حاکم و حکومت بر مردم دارد آن است که مردم او را به طور پنهان و آشکار نصیحت کنند. اما نقد تیغ تیزی است که اگر درست استفاده نشود جراحت به بار می آورد. نقادی استفاده از سنگ محک برای تعیین عیار و دیدن خوبی ها در کنار بدی ها هنری است که به زحمت به دست می آید. برای یادگیری نقد درست تجربه گری لازم است و تجربه هم مستلزم خطا است که باید با آن مدارا کرد. اما باید سکان ها و لنگرهایی هم در کار باشند که نگذارند این تجربه گری از حیطه مطمئن خود خارج شود. اگر نقادی درست انجام نشود به فروپاشی آن نظم اجتماعی می انجامد که با همه کمبودهایش در مسیر پیشرفت قدم برمی‌دارد و در عین حال ضرورت نگهداشتن این نقادی در حیطه امن نباید به دستاویزی برای محدود کردن فرصت‌های بیان و نقد سازنده تبدیل شود. این گره‌های در هم تنیده مسئله مهم همه شهروندان جامعه است که برای یافتن حد و حدود مقتضیش باید سراغ تأمل و همصحبتی رفت، یعنی سراغ نقد شیوه نقادی. من سید مرتضی فاطمی هستم، سردبیر مجله تلویزیونی 180 درجه. با افتخار به اتفاق هیئت همراه این برنامه در خدمتتون هستیم. لطفاً با هیئت همراه این برنامه آشنا شید. خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت دوستان، هیئت همراه محترم این برنامه. من بحث رو با آقای قیاسفند شروع می‌کنم و طرح موضوع می‌کنم. موضوع امروز برنامه ما مرزهای نقد در جمهوری اسلامیه و اینکه کنشگران سیاسی ما تا چه حد میتونن نقد کنن، مردم چقدر میتونن حاکمان رو نقد کنن و اینکه چرا احساس می‌کنیم امروز به صورت پیش‌فرض می‌خوام یک فرضیه رو طرح کنم، نقدهای ما در جامعه مؤثر واقع نمی‌شه. در خصوص موضوع برنامه من فکر میکنم که اگر بحث شفافیت و رسانه‌های آزاد رو تو جامعه داشته باشیم، اتفاقی که میفته اون مرزهای نقد افزایش پیدا میکنه، جامعه پویاتری خواهیم داشت، فعالین سیاسیمون همدیگر رو بیشتر تحمل میکنن و در نتیجه فساد و فساد اقتصادی که میتونه کمر جامعه رو هم بشکونه رو کمتر میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که در سال‌های گذشته و هر چقدر که از ابتدای انقلاب گذشته تا به امروز ما شاهد این بودیم که این فضای نقده، اون مرزهای نقده کمتر و کمتر شده که این نتیجهش اینه که فساد اقتصادی هم بعضن افزایش بده. خیلی ممنونم آقای محمودی. والا من فکر میکنم که در واقع با نگاه به انباشت تجربه سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب میشه یه رد یک مسئله رو در واقع پیگیری کرد. اونم اینه که همیشه توی این ادوار مختلف تحولات سیاسی ما، سیاستمداران ما از جامعه ما عقب‌تر بودن. یعنی همواره این جامعه بوده که سیاستمداران ما رو و سیاسیون ما رو و فضای سیاسی ما رو غافلگیر می‌کرده و اون رو در واقع تحت تاثیر قرار می‌داده. من فکر می‌کنم یکی از مهمترین عواملش جدا بودن و فاصله زیاد بین فضای رسمی و فضای غیر رسمی کشور و عدم وجود نقد شفاف، آزادانه و آگاهانه نسبت به مسائل است. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای خلفی زاده. فکر میکنم که دو تا نگرش به نقد وجود داره. یه نگرش عامیانه که نقد رو بیان نکات منفی میدونه، اما نقد در حقیقت بیان واقعیت مثبت و منفی یک پدیده است. الان احساس میکنیم نقدها مؤثر نیست. چرا؟ من فکر میکنم یه علتش پاسخگو نبودن مسئولین و اونهایی است که باید پاسخگو باشن. احساس اینی که باید ما پاسخ بدیم در قبال
اتفاقاتی که داریم رقم میزنیم وجود نداره. چرا؟ من فکر میکنم یه بخشش ساختاری است، یعنی دستگاه های نظارتی ما اقدام مؤثر به هنگام و به موقع برای جلوگیری از اتفاقات بد ناشی از خطای مسئولین رو رقم نمیزنن. نتیجتا وقتی این اتفاق نمیفته، مسئولم دلیلی نمیبینه که به نقدهای مطرح شده پاسخ بده. بسیار خوب، خیلی ممنون آقای خلفزاد. آقای بیگی، واقعیت اینه که ما اگر بپذیریم آدمها و یا در واقع دستگاه ها، نهاد ها در درجه های مختلفی از تکامل هستند، این نقد کردن و نقد شنیدن رو برای هر دو طرف شیرین میکنه. یعنی کمک میکنه که اون آدم که داره نقد میکنه و اون فردی که داره نقد رو میشنوه، یه مفاهمه‌ای بینشون شکل بگیره، انگار که هر دو میخوان با هم کمک کنن تا از هر رتبه‌ای که هستن بالاتر برن. من فکر میکنم این مبنای بحث میتونه باشه در جامعه ما برای نقادی. خیلی ممنونم، تشکر میکنم. در بخش بعدی به اتفاق کارشناسان و مهمانان برنامه بحث و پیگیری. اگه خاطرتون باشه یه بارم قبلا درباره نقد حرف زدیم و مرزها و حدود و ثغورش رو مشخص کردیم، اما مثل اینکه کافی نبوده و لازمه یه بار دیگه هم درباره‌اش داد سخن بدیم. نقد رو میگن جدا کردن سره از ناسره، شناختن خوبی‌ها و بدی‌های یک چیز. میگن نقد نوعی داوری و نوعی مقاومته. خب همین تعریف‌ها تکلیف ما رو در مورد نقد و مرزهاش روشن میکنه. اولا نقد در مورد چیزی انجام میشه که توامان خوبی و بدی داره. در نتیجه در مورد پدیده هایی که سراپا خوبیان ما اصلا نقد نداریم. یا اینکه گفته شده نقد نوعی مقاومته. خب مقاومت جایی انجام میشه که یه هجومی، حمله‌ای، فشاری باشه. در مورد چیزی که به ما فشار نمیاره بلکه نازمون هم میکنه، خیلی هم مهربونه، نقد نداریم. مثل مدیریت فرهنگی، مدیریت اقتصادی، دولت، مجلس، این ور، اون ور، بالا، پایین، کلن وقتی همه چی خوبه، سراپا خوبیه، ما فقط میتونیم اجزاشو با هم مقایسه کنیم ببینیم کجاش از کجاش خوبتره، یا مثلا شتاب خوبتر شدنش رو اندازه بگیریم ببینیم این چیز خوب و قشنگ با چه سرعتی داره به سمت کمال و زیبایی مطلق حرکت میکنه. این اون نقدیه که حد و مرز نداره و من و شما میتونیم اونقدر نقد کنیم تا جونمون درد. نام علیرضا. نام خانوادگی زاکانی. تحصیلات دکترای تخصصی دارم. شغل پزشکم. شغل پزشکی سخت داری یا سیاست ورزی؟ گفته ای سخت داری خود درست انجام میشه. نقد یعنی چی؟ بیان واقعیت. نقد سازنده نوعی از نقده یا اینکه نقد اصولا سازنده است؟ نقد اصولا سازنده است. آخرین باری که مورد نقد قرار گرفتید؟ ما همیشه مورد نقد آخرین بار نداشت. مسئولین ما چقدر ظرفیت نقد دارن؟ خیلی زیاد ظرفیت ندارن. به نظرتون آخرش چی میشه؟ آخرش این استش که اگر نقد نباشه، کشور تبدیل میشه به یک آب راکدی که اشکالات متعددی به ظهور و بروز خواهد داد. ممنون، متشکرم. نام؟ سید محمد علی. نام خانوادگی؟ ابتهی. تحصیلات؟ حوزوی. شغل؟ بازنشسته. نقد چیه؟ اون نقد خوبش نقدیه که همون تعبیر قرآنی رو داشته باشه، امر معروف باشه. نقد سازنده نوعی از نقده یا اینکه نقد اصولا سازنده؟ نقد سازنده وجه بهترشه، ولی کلن یه جامعه بی نقد یا یه مدیریت بی نقد خیلی نمیتونه موفق باشه. نقد بیرحمانه چیه؟ خیلی هدف از نقد روشن نباشه. آخرین باری که کسی رو نقد کردید کی بود؟ به شورای نگهبان بود سر این مسئله رد صلاحیت نماینده زرتشتیا. آیا مردم حق دارن مسئولین رو در فضای عمومی و در رسانه نقد کنن؟ اصلا رسانه برای نقد دیگه. نقد باید چه شرایطی داشته باشه که اثرگذار باشه؟ با هدف اصلاح باشه. و به نظرتون آخرش چی میشه؟ آخرش همین که هستیم دیگه، چیز جدیدی نمیشه. خیلی خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر علیرضا زاکانی و حجت الاسلام ابتهی. خیلی ممنون که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. من با اجازه جناب عالی بحث از آقای زاکانی شروع می‌کنم. ممنونم. سلام آقای دکتر زاکانی، موضوع امروز برنامه ما مرزهای نقد در جمهوری اسلامی، حدود ثغور این مرز چگونه است و تا چه حدی افراد میتونن در جمهوری اسلامی نقد کنن، آیا این
نقدها با تغییر دولتها و افراد و نهادها متفاوت هست یا خیر؟ چون به نظر میرسه بعضن این گونه بوده و میخوایم درباره موضوع با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم که نظر شما چیه. نقد هم مبتنی بر مبانی دینی ماست و کاملا پیوستگیش با متن دین و مطالباتی که اولیاء الهی از ما انجام دادن در خصوص انجام نقد مشخص و معلومه. اینکه حداقل حقوق برادری رو امام کاظم علیه السلام نقد مؤمنین نسبت به همدیگر ذکر میکنه، اینکه امام صادق علیه السلام بیانش این هستش که بهترین دوست من کسی است که عیبم رو به من هدیه میده، یا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مؤمن رو آینه مؤمن بیان میدونه از مؤمنها، و در متون دینی ما کاملا نسبت به ارزش نقد و ارزش نقد پذیری تاکید شد. تو قانون اساسی هم اصل 8 قانون اساسی به یک نوعی زمینه نقد رو به صورت گسترده باز میکنه. مردم به مردم، مردم به مسئولین، مسئولین به مردم میتونن امر معروف و نهی از منکر کنن. لذا مبانیش کاملا مشخص و معلومه. حد و ثغور اونم این هستش که اون حد و اندازه‌ای که کسی بخواد تعیین بکنه و قیدی بهش بزنه وجود نداره. همه باید در معرض نقد قرار بگیرن. و هر کسی هم میتونه نقد کنه به شرط اینکه خیرخواهانه باشه، به شرط اینکه عالمانه باشه، به شرط اینکه همراه با انصاف باشه، به شرط اینکه آنچه که میگوید از خودش شروع کرده باشه، خودش اهل عمل باشه، به شرط اینکه آنچه که میگوید در واقع با ارائه طریق همراه باشه، خوب و بعد رو کنار هم ذکر کنه که انصاف رو رعایت کرده باشه الی آخر. بسیار خوب آقای دکتر، یه نقطه گذاری کنید، نظر آقای ابتهی هم بشنویم درباره حدود و ثغور نقد. ببینید، نقد شاید زیر عنوان عام امر معروف و نهی از منکر اگر قرار بدیمش، هدفمون از نقد کاملا روشن میشه. من نقد رو یک هدف نمیدونم، نقد رو یه وسیله برای اصلاح شدن میدونم. یعنی ما صرفا به این دلیل که یک برگ برنده ای به اسم نقد داشته باشیم تا حالا مخالفمون، رقیبمون یا حتی دوستمون رو مورد فشار قرار بدیم، این هدف اگه قرار بگیره و از این کار ما به یک نتیجه نخواهیم برسیم، خیلی در شرایط جامعه تأثیرگذار نیست. البته وقتی یعنی اراده ها معطوف به قدرت باشه و در یک جامعه‌ای که دموکراسی محور هست و قراره که بر اثر نقدها بعد از چند سال مثلا یک قدرتی جابجا بشه، باز همین حرفی که شما دارید به ساق داره. من حتی میخوام بگم که در بخش های حزبی و سیاسی هم، چه در درون خودشون و چه در مقابله با رقباشون، حق دارن به قدرت فکر کنن، حق دارن به این که به قدرت برای گرفتن قدرت تلاش بکنن، اما وقتی که باز در همون داخل چارچوب هم ما فکر میکنیم، صحبت من اینه که نقد باید یک پیشینه‌ای داشته باشه، یک مجموعه اطلاعاتی باشه که اون مجموعه اطلاعات بتونه رقیب رو یا خود درون مجموعه حزبی رو به یه هدفی متعالی برسونه، همون چی که ما بهش میگیم اصلاحات، یعنی اصلاح کردن شرایط موجودی که ما بهش اعتراض داریم، و این اصلاحات رو کاملا متمایز میکنه با یک نقد براندازانه، یا نقدت اون دیگه اگر براندازانه باشه شاید نقد اصلا برش تعلق نگیره، برای فضای افراطی براندازانه. ما نقد رو وقتی تعریف میکنیم، وقتی که من به عنوان تعبیر دینیش ازش یاد میکنم به عنوان امر معروف نهی از منکر، اون معروف بودن رو هدفمون اینه که معروف بودن در جامعه و در عرصه اجتماعی بتونه مطرح بشه. البته خب عمده ترین مسئله که لابد در طول بحث بهش میرسیم معطوف به نقد قدرته، چون اونه که باید مورد نقد قرار بگیره. اگر قدرت مورد نقد قرار نگیره و نقد معطوف به طبقات فرودست جامعه فقط باشه و این نقد از طرف قدرت به خصوص به طرف
طبقات فرودست باشه، این خیلی آسیب بیشتری به جامعه میزنه. خواهشم که یه نقطه گذاری کنید. من از آقای دکتر زاکانی بپرسم. آقای دکتر زاکانی، من به نظرم بد نیست تو صحبتایی که میکنیم مصداقی صحبت کنیم. شاید بد نباشه که در تایید یا در رد یک حرفی مصداق بیاریم، ببینیم واقعا اینها مصداقای عینی هم داره در کنش های سیاسی کشور ما یا نه. من که عرض کردم که نقد هود و ثغور به معنی اینکه فردی خارج از حیطه نقد قرار بگیره نداره، این هستش که در نظام اسلامی حیات این نظام و پویایی این نظام به نقد و نقدپذیری است. لذا شما وقتی دقت بکنید ببینید که بالاترین رکن نظام که رهبری معظم انقلاب هستش، هم در قانون و هم در چارچوب ها یک مجموعه ای رو گذاشتن که دائما سیر حرکت او رو نقادی میکنه در خبرگان رهبری. اما در مقام بیان عمومیش هم سال 88 در دیداری که با دانشجویان و نخبگان داشتن، یک دانشجوی نخبه عزیزی نقد کرد. حتی آقا فرمودن که من استقبال میکنم از نقد، اگر کسی فکر میکنه که این امر سبب ناراحتی من میشه، این در واقع اشتباه میکنه، من استقبال میکنم. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه وقتی در قانون اساسی اصل امر معروف و نهی از منکر اومده، مردم به مسئولین، مسئولین به مردم و مردم به مردم، مهمترین رکنی که جوهره اساسی اصلاح در جامعه رو فراهم میکنه نقد مردم به مسئولینه. ولی وقتی از ایشون میاد پایین تر ببینید که این یه امر پذیرفته نشده ایست بس مسئولی. وقتی کسی نقدشون میکنه کنه بهشون توهین میکنه. وقتی که نقد میکنی از یک جا به بعد مواجه میشی با یک جمله که این نقد نیست، این تخریبه. این جمله رو مدام شنیدیم از بعد. من میگم آقای دکتر اگر مواردی رو به ذهنشون میاد که مسئولین عالی رتبه پذیرفتن نقداشون رو، خیلی خوبه گفته بشه. یعنی من که تو این عمر طولانی بعد از جمهوری اسلامی یادم نمیاد که یک مسئولی پذیرفته باشه که این نقد خیلی نقد خوبی بوده و من میرم بعد از این چنین رفتارم، مگه تو موارد خیلی جزئی. ولی مثلا الان تو سیستم قضایی شما بخوایم یه نقدی بکنیم، قطعا تبعات حقوقی داره نقد ها، من نمیگم تخریب یا مثلا اتهام. اگر مثلا یک بخش قضایی، بخش امنیتی، بخش اطلاعاتی، بخش نظامی، اینها یه قدرت های ویژه توی حاکمیت دارن، به خاطر داشتن اون قدرت های ویژه با نقد هایی که نسبت به سایر قوا میشه یه برخورد تندتری میکنن، یا برخورد حقوقی میکنن، برخورد قضایی میکنن، امنیتی اطلاعاتی میکنن، خب این در حقیقت اون دو سه تا حوزه رو که از زیر بار نقد بیرون میبره، عملا خود اونها هستن آسیب میبینن. یعنی خود اون سیستم قضایی، خود اون سیستم امنیتی و نظامی که کسی جرأت نکنه بهش نقد. این درد وجود داره که مسئولین نقد پذیر نیستن. وقتی میگید مسئولین نقد پذیر نیستن یا کمتر نقد پذیر هستند، بعد نگاه بکنیم ببینیم که آسیب از کجا شروع میشه و چرا باعث میشه که این فرهنگ در جامعه ما تسری پیدا نکنه. واقع امرش علتش این مقدار به نقد کننده ها برمیگرده که نقد کننده ها علاقه مندن که سیاسی نقد کنن، فقط دوست دارن نکنید. الان مثلا آقای عبدالی فرمایش فرموندن کمتر ناظر به قوه مجریه یا قوه مغننه صحبت کردن، علاقه شون این بود که سه تا واژه نظامی، امنیتی و قضایی رو اینجا برجسته کنن. بنده خدا ما زور دارن. من نه 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 اینجوری نیست. اونا هم زور دارن، دیگران هم زور دارن. من اصلا با زور کاری ندارم. ما حداقل توی سه دوره‌ای که مجلس بودیم با سه تا رئیس جمهور ما مواجه بودیم. میگفتیم کارهای خوبتون خوبه، کارهای بدتون هم بده. هیچ وقت چشممون رو به کارهای بد رؤسای محترم جمهور نبستیم. هیچ وقت هم چشممون نسبت به کارهای خوبی که انجام میدادن نبستیم بگیم که این از جناح ما نیست، باید طردش کنید، ردش کنید، این حرفا. هزینه‌ش هم پرداخت کردیم. یعنی تا الان اگه کسی به پیشینه ما توجه بکنه، به اعتقاد من یک مشکل جدی که وجود داره تو نقد کننده است. نقد کننده ها معمولا عینک به چشمونه به این معنا که رنگی میبینن. رنگی میبینن به این معنا که اون که دوست دارن ببینن رو میبینن، اون که دوست ندارن ببینن رو نمیبینن. و در حقیقت نگاهشون نگاه بخشیه. بنده میگم همه باید نقد بشن و همه مبتنی بر نقد عالمانه و منصفانه در معرض، وگرنه میشه یه آب راکتی که گندیده خواهد شد و مشکلات متعددی رو ایجاد خواهد کرد. چرا این مشکلات متعدد ایجاد؟ اون منتقدین هم همین اشکالات رو دارن دیگه، شما بهش اشاره کردید. فقط نیستش که مدیریت یا مسئولین ظرفیت نقد پذیری ندارن. نه نه،
این... یعنی مثلا این که همون عینکی که شما گفتید اون عینک رو هر طرف میبینه، درسته، مهمترین بخش و واقعا هم کمتر بوده که این عینک زده نشده باشه، درسته، مهمترین بخشش پذیرایی نقد بودنه، اون مهمترین بخشه. یعنی اگه اون سه صدر وجود نداشته باشه، شما یک کاتگوری مثلا اجرایی رو کلن میخواید با این مجموعه بزنین، یا بنده مثلا تو ذهنم که مثلا با فلان قوه، نه من ناظر به همه صحبت میکنم، چون پیشینم نشون داده که نه تو عملم پیشینم نشون داده که ناظر به همه کار داشتم. میتونید یه دونه مثلا نقد قوی خوب از دوران آقای احمدی نژاد بزنین؟ 10 تا میگم، چرا یکی بگم؟ نه، نقدی که موقعی که برای اینکه بعد از اینکه جامعه همه شروع کردن به نقد کردن، غیر از اینی که اون زمانی که ایشان بنده سال 84 نقد کردم. آه. بنده دادگاه رفتم تو اون دولت. شما دادگاه رفتید تو اون دولت؟ نه. خب پس این خدا خیرتون بده، ولی من در جمع جریان اصولگرایی دارم میگم که یک اتفاق برای یه دولت، این دولت این بوده که مثلا مقدسات رو ما وارد کردیم، یعنی امام زمان رو یکی خواب دیده، یکی نمیدونم گفته که فرض کنید اگر این به این رأی بدیم نمیدونم پرونده اعمالتون میره پیش حضرت، از این مقدساتی که برای همیشه تاریخ ایران قرار بوده باشه، ولی همون مثلا تو همون چارچوب، تو همون چارچوب انتخابات دیگه، تو چارچوب انتخابات یک کاندیدای دیگه اتفاق افتاده که شورای نگهبان تاییدش کرده آمده، همه کسانی که قبلا منتقد چیز بودن، هوادار بودن، از امروز صبح که این آدم عوض شده تبدیل میشن به منتقدهای طبیعی، یعنی جناحی، که این مجموعه جناح مثلا اصولگرا این بیماریه. خب این بیماری هست، بیماری قبول هست. دارین که هست دیگه، نباید باشه. خب حالا من میخوام بگم که قبول بکنیم تو مرحله اول که این بیماری هست. نه شما یعنی... تو متن من یه چیزی عرض بزرگتری دارم. من میگم، من میگم من مسئولی که باید نقد بشم باید پذیرای نقد باشم، این مهمتر از این هستش که این راه فرار ایجاد میکنه برای مسئولین این... که اینها من مورد نقد قرار نگرفتم، من مورد فشار جناح قرار گرفتم. نه. من عرضم این هستش که مهمترین بخش نقد امر معروف مردم به مسئولینه. بله درست. و مهمترین بخش این اتفاقی که میخواد بیفته این هستش که یک مسئول پذیرای امر معروف و شنونده نقد باشه. چون ما که تو مجلس بودیم واسه اون فرقی نمی کرد. من عرضم این هستش که برای ما حسن حسن بود، عیب عیب بود. ممکنه جای هم اشتباه بکنیم، کسی مسئول از خطا نیست، مسئول از خطا نیست. شما میگی دستگاه قضایی، من میگم دستگاه قضایی این اشکال داره، ولی فراتر از اون دستگاه اجرایی هم اشکالاتی داره به این عنوان که اگر حتی بهش نقد سازندم صورت بگیره سر چشمه نشسته بودجه رو کم و زیاد میکنه، او کسی رو نمیگیره، از بی آبی از تشنگی میکشه افراد رو و دوچار مشکل میکنه دستگاه و سیستم های کشور رو، لذا این اشکال داره. همین نکته مهمه، لذا اشکال با سهم وجود داره که ابزار قدرت در اختیار هر کدوم از این قوا، هر کدوم از این قوا یه سری ابزاری در ممکن مجلس هم دو تا قانون به جای اینکه بوجر ببنده یا به جای اینکه دستگیر کنه، اونجا دو تا قانون مشکل آفرین برای یه وزارت خونه مثلا خدا نکرده تصویب کنه. من همه حرفم اینه که ما اگر بریم به سمت نقد، باید بپذیر مسئولین مدیریت ما بپذیرن که این نقد باید متوجه قدرت باشه، اونش مهمه، نقد از قدرت به مردمش خیلی تعیین کننده نیست. بله. اونی که من البته اینجا همونجا توضیح بدم خدمت بینندگان عزیز، من حس نمی کنم که من و جناب آقای زاکانی اشکال مشکل مثلا فردی روی موازهمون داریم، کلیات نداریم، اما وقتی میگم که عملا میکنیم اول بسم الله این نقطه اختلافه. ببین شما الان از آقای زاکانی پرسیدید که شما مثلا فلان دولت رو نقد کردید، مثلا میشون گفتن که بله نقد کردید، مثلا فرض کنید آقای زاکانی از شما بپرسن که مثلا شما فلان دولت رو نقد کردید، حالا شما جواب میدید وارد مستاق میشید، بعد میرسیم سراغ این که آقا چقدر نقد کننده ها مقصرن، چقدر بدون فکت نقد میکنن، چقدر بدون اطلاعات نقد میکنن و چقدر نقد شونده ها کم صبرن کم تحملن. آفت بزرگ نقد برای مدیریت کشور اینه که هر مدیریتی از امکاناتی که داره علیه منتقدین خودش استفاده کنه. این بزرگترین آفتیه که میتونه منتقدین رو وادار بکنه به اینکه عقب نشینی بکنه. حالا به قول ایشان قوه اجرایی اگر از بودجه بزنه، قوه قضایی اگر از نمیدونم نیروی بودجه و چیزای دیگه، حالا
دیگه همینا هم یه کمی چیزونه دیگه. من بذارید کم چرپتر از قوه قضاییه میگم، شما یکم چرپتر از. نه 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 من کلی دارم میگم که طبیعتاً این اون آفتیه که اشکال داره. و من همینجا یه نکته دیگه هم بگم، یه آفت دیگه‌ای هم کنارشه که آفت مقابل نقده، آفت تملقه. یعنی تملق‌گویی نسبت به هر کدوم از این قوای کشور، این هم عاملی میشه که و تشویق متملق توسط مدیران کشور، تشویق متملق توسط مدیران کشور عاملی میشه که نقد به صورت نهادینه هیچ وقت شکل نگیره، اون متملقین همیشه در رأس باشن و در صدر باشن. بسیار خوب. اعتقاد شخصی بنده در خصوص نقد اینه که بین حالا نقده که حالت سازنده به خودش داره و نقدی که حالت عناد به خودش داره فاصله زمین تا آسمونه. سوال موردی هم بوده که خودتون دلتون بخواد به عنوان یه نقد مطرح کنید ولی نهایتاً پاش به رسانه باز نشه؟ بله خیلی. تصمیم به کنار گذاشتنش از طرف خودتون بوده یا به هر طریق از طرف سیستم بهتون تحمیل شده؟ چقدر آزادم بگم؟ هر جور مایلی. خب نکنید توی یک رسانه یه سری خط قرمز ها وجود داره. شما همینطور که توی جایی که دارید کار میکنید یه سری خط قرمز ها هست، پس عملا نمیتونید اون چیزی که واقعیت هست رو نقد کنید. یه سری دستور و عمل ها، یه سری چارچوب ها هست که اجازه نمیده مثلا روی برخی از قوا، برخی از فعالیت ها، برخی از اتفاقایی که داره میفته با اینکه میدونید داره درسته، اما نمیتونید بس سکوت کنید. مرز نقد اینه که اول ببینید که نقد برای چی داره عنوان میشه، یعنی شما نیتت از نقد کردن چیه. وقتی که نیتت مشخص بشه خب توش مرزبندی ها هم خود به خود مشخص میشه. وقتی شما یک هدف بلند داشته باشی و میخواید با نقد کردن به یک اصلاح یک چیزی برسی، به یک موضوعی برسی، قطعا از یک چیزا پرهیز میکنی. یعنی اینکه شاید همین اولین چیزش این باشه که به سمت اتفاقاتی که حالا رنگ و بوی سیاسی بگیره یا مثلا بحث عناد بخواد مطرح بشه، شما به این سمت نمیری. هدفی که شما معین میکنید برای نقدتون میتونه مرزبندیتون رو توی نقد حتی نشون بده. مسئولین ما با نگاه نقد مطالب رو نگاه نمیکنن. اگر با نگاه نقد نگاه کنم به یه سری مسائل، مطمئناً اون خبرگزاری روزنامه، رسانه‌ای که توی چارچوب داره حرکت میکنه بسته نمیشه و فضا رو نمیدن دست یک رسانه ضد انقلابی. شما الان نگاه کنید توی فضای مجازی رو برید ببینید، رسانه‌های ضد انقلاب توش زیاده و نمیتونید روش کنترلی داشته باشید. اما خب اون مسئولی ما به جای اینکه با نگاه نقد نگاه کنه، با نگاه تخریب اون مسئله رو میبینه و اون رسانه سایت به مدت 2 روز، به مدت 1 هفته، 1 ماه اونجا رو تعطیل میکنه. و حالا سوال آخر این که این خطوط قرمزی که این همه گفته میشه از این واژگان خیلی مشهوره، اینا چقدرش رسمیه یعنی توی برآورد شما و چقدرش پشت پرده است یعنی مبهمه؟ ببینید بخشی از این خط قرمز ها تو قانون خیلی واضح بهش پرداخته شده. مثلا در خصوص یه سری اخباری که به امنیت ملی ربط داره، یا مثلا در خصوص یه سری اخباری که مثلا به اماکن حیاتی ما ربط داره، قانون یک جورایی حالا دستور عمل شورای امنیت یا حالا هر چیز دیگه بهش پرداخته شده. ولی خب اون بخش سلیقه‌ایش هم بعضی وقتا سلیقه شخصیه، یعنی اینکه من نوعی بنا به دلایل یک سری علاقه‌مندی هام یه چیزی مطرح میکنم و میگم خط قرمزه و هیچ جایی هم نوشته نشده. نمیگم زیاد ولی کم نیست از این دست خط قرمزها. آقای خلفی زاده، ببینید، یه قانونی سال 88 تو مجلس تصویب شد به نام قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، چیزی که همه جای دنیا وجود داره. ما جزو کشورهایی هستیم که به روایت آمار جهانی کمترین میزان شفافیت اطلاعات رو برای مردم داریم. خب وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات نباشه و همین الان هم قانونش نیمبند در حال اجراست و یه سایتی فقط راه افتاده که من فقط صرفا میتونم درخواست بدم از چند تا دستگاه یا یه دستگاه مشخص که به من اطلاعات بدید،
در صورتی که مثلا تو کشوری مثل گواتمالا نماینده مجلس هدیه میگیره باید اینو اعلام بکنه، تعداد هواپیماهاش پرواز میکنه، بلیتشو باید بذاره منتشر بکنه، دیتا کاملا این دیتا ها برای مردم شفاف میشه. خب تو این فضا مردم همه چی براشون عینیه، قانون ها براشون عینیه، رانتی پشت مصوبه ها و قانون ها وجود نداره. در این صورت اگر کسی تخلف بکنه قانون، نهادهای نظارتی قدرتمند وارد میشن و برخورد میکنن. خب تو این فضای غیر شفاف معلومه طرف میتونه خیلی راحت نقد ناپذیر بشه، چون میاد راحت جوابی میده که پشمندش نمیشه استنادی برای صحت و سقم جوابها پیدا کرد. بله آقای قیاسفند، بحثی که آقای زاکانی مطرح کردن که تو هر دولتی من نکات خوب و منفی و نکات ضعف و قوت رو گفتم، نکته مثبتی که از دولت اصلاحات و دولت های خاتمی گفتین چی بوده؟ و نکته بعدی این که چرا بعد از 37 سال، بیش از 37 سال از عمر انقلاب گذشته بوده، 40 سالیگی داریم میشه، هر چقدر میریم جلو همچنان دغدغه‌مون اینه که نقد بکنیم یا نکنیم، نقد خوبه یا بده، نقد نیست تخریبه. این رو اگر اون بخشی از فرمایشی که فرمودید ناظر به دولت اصلاحات، بله دولت اصلاحات این حسن رو داشت که فضای بسته دولت سازندگی رو شکست، این خیلی حسن بود، اما افراط در یک مرحله و ایجاد شرایط انجام اعمال غیرقانونی سبب این شد که این حسن رو خودش با دست خودش ذوب کنه و شرایط رو به سمتی بره که محصولش گام به گام پیریزی یک اتفاقی رو رقم بزنه که شما برای اعمال سال 88 هیچ پاسخی ندارید، هیچ پاسخی وجود نداره. اینکه راست راست به ملت دروغ بگن و ببخشید بس 88 رو میخوام الان مطرح کنیم اینجا، هر چی که باشه مطرح میکنیم. من عرضم این استش که لذا این اون افراطی‌گری در شکستن چارچوب های قانونی کشور سبب میشه که اصل و اساس در واقع یک حرکت درست رو هم خراب بکنن و ضایع کنن و راست راست تو مملکت وایسن در مقابل مردم دروغ بگن. بله نقدی که میفرمایید نقد نه، نقدی که میخواد مؤثر واقع بشه باید بر پایه‌های علمی دقیق، کارشناسی و با ادله و اتقان کافی بیان بشه. نه نقدی که میخواد همینجوری، این دیگه نقد به معنی نقد نیست. بعضیا عقده گشایی میکنن، بعضیا حتاکی میکنن، بعضیا در واقع پرده دری میکنن، اینا دیگه نقد نیست. راجع به فساد و رانت که بیان کردید، بله این مشکلاتی که تو کشور وجود داره به واسطه عدم نقد کردن درست و عدم نقد پذیریه. وقتی نقد میشه ابزار سیاسی، و اگر از جانب من و طرفدار من بود، من چشمم رو بر واقعیت‌ها می‌بندم. همین مشکل همینجاست. بله. یعنی فکر می‌کنم مثلا ام مباحث ما همین باشه که نقدهامون همیشه جناحیه. خیلی اشتباه می‌کنه جناح. وقت من حرفم اینه که وقتی نقدها جناحی میشه، اتفاقا فرصت بیشتری برای مجموعه مدیریت‌های کشور ایجاد میشه که از پاسخگویی فرار کنن. بله. از اینکه جناب آقای زاکانی اشاره فرمودن که دوران اصلاحات یه دورانی بود که فضای بازی رو ایجاد کرد، خب این همیشه یک افتخاریه که ما بهش خوشحالیم که توی یک جامعه، همون محصی که ما از اصلاحات میگیم همین بود که ما یه اصلاحی که کردیم در درون جامعه بود که جامعه به همون خواستگاه اولیه انقلاب که خواستگاه آزادی ها و آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی که شعار ما بود برگشتیم. البته خب مثلا آقای زاکانی و دوستانشون یه جوری باید پاسخ بگن که چطور اگر در 88 اعتراض دارن با اون فاصله 4 ساله بعد از دوران آقای خاتمی چه اتفاقاتی تو جامعه افتاد که جامعه اینجور احساس کرد که بحران و مشکل وجود داره که اعتراض مثلا همگانی و سراسری انجام داد. شاید خود آقای زاکانی هم به عنوان نماینده مطلع در مجلس تایتل خیلی بزرگ دوران بعد از اصلاحات رو همین اطلاعات غیر علمی، حالا ما محترمانه شو بگیم، و یا به همون تعابیری که مطرح بود
اطلاعاتی که به جامعه ارائه شد اطلاعات غیر صحیح ارائه شد و این فضا رو در جامعه به وجود آورد و نقدهایی که خود جناب اصولگرایی که آقای احمد نژاد آورده بودن سر کار به همیشان داشتن. بعضیا فقط علاقه دارن بخشی از این تاریخ رو نقد کنن. خب این من همینو میخوام بگم، شما همینطور به ممکنه منم همینطور باشم، ولی میخوام بگم که نکن ولی جنا... این فضا همین فضاییه که تمام مشکلات ما، من فکر کنم همینجاست که نقدهایی که بی اثره به دلیل اینکه جناحی نقد شده، یعنی مثلا این برجام باید بگیم جناحی نقد شده شده، عملا من دارم میگم میگه عملا من دارم میبینیم، نه برجام عملن... چرا جناحیه، نه حالا ببینید عملا نقدی همه که شده، همه حرفایی که ما گفتیم همه امروز حالا میگم نقدهایی که شکل گرفته نقدهایی است که وقتی توی چارچوب جناح قرار میگیره اون منتقد نقد شونده، اون نقد شونده چون میندازش مقابله میکنه با جناح، این رو خب اشکال میبینه دیگه توش و این عامل فرار مدیریت کشور میشه از رسیدن به اینکه نقدی اصلاحی توی جامعه بکنه. اصلا نگاه جناحی به این معنا که سیاه و سفید دیدن، این امر غلط، این امر غلط وجود تمام بیچارگی مملکت ما، ما بحث فلسفیشو نمیکنیم، نه میگم تمام بیچارگی مملکت ما به خاطر همین سیاه و سفید دیدنه. احسن. و تمام دزدی ها و مشکلات و فسادی هم که ایجاد میشه به خاطر چیه؟ به خاطر اینی که میگن چون مال همراه اونه نگیم، این مال اون هست، بگیم مال اینه، بگیم مال اونه نگیم. بله. اینو من با شما موافقم، اینو معتقدم اون مشکل اصلی نقد توی کشور اینه که اگر ما بتونیم رادیو تلویزیون بتونه ذائقه جامعه رو منتقل بکنه به این که منتقد رو منتقد جناحی و سیاسی نبینه، یعنی منتقد محتوایی ببینه. دقیقاً نقطه اختلاف همین نقطه است. ببینید شما دارید میگید که ما تلاش کنیم که منتقد و منتقد مؤثر ببینیم. خب دقیقاً نکته اینه، تا چه حدی یک منتقد نقد کنه به معنی منتقد دلسوز مؤثر فلانه، از چه حدی بگذرونه این منتقد میشه منتقدی که مثلا اگر انتقاد درست باشه حدی نداره، حدی نداره. من همین میخوام در مورد همین صحبت کنم، شما منتقدی نقد حد نداره، همین شما وقتی میگید انتقاد واقعی، تعریف از انتقاد واقعی مشکل ما، ببینید وقتی ما میگیم انتقاد واقعی حوزه جناح یعنی چی؟ یعنی اینکه من مثلا نقدم رو راجع به دولتی که دوستش ندارم، که الان توی ادبیات ممکن من و شما ناخودآگاه بیاد، یه دولتی که دوستش ندارم یا نمیپذیرمش یا تو دوران انتخابات رقیب من بوده، من تلاش کردم اون رأی نیاره، اون رأی آورده، یه چنین فضایی، خب وقتی که ما اون اتفاقات اون دولت رو هوادارانش نادیده میگیرن و مخالفینش از اون روز صبح تمام اون فکت هایی که داشتن توی دوره قبل تعریف میکردن میشه به تبدیل میشه به نقد که ما دیدیم تو تاریخ سیاسی ایران، خب این به معنی اینه که نگاه نگاه جناحیه، نگاهی است که سیاسفیده. به قول شما ما وقتی نگاه میکنیم چرا دو دسته باید بکنیم؟ یه طیفه، چرا باید دو دسته بکنیم؟ بگیم که آقا این جناح، این جناح، این جناح، این که میشه قبیله گرایی و قبیله گرایی کاملا یه دانشجو علوم سیاسی اگه ازش بپرسین که مثلا الان در دوران آقای دکتر روحانی آقای کی 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 و این جناح باید به چه چیزهای انتقاد کنن، میگن که باید انتقاد کنن به دولت دکتر روحانی، چون در دولت دکتر روحانی رقیب انتخاباتیشون بوده، رأی نیاورده. و عملا ما در خارج ببینیم همینطوره، دانشجوی علوم سیاسی نه میخوام بگم وقتی نه افکار عمومی، مسئول این کشور، افکار عمومی، بنده مسئول این کشور، افکار عمومی برداشتش ما باید پاسخگو باشیم. احسن، افکار عمومی وقتی برداشتشی میشه نشانه یک پشتوانه ایه که این پشتوانه، نه اون پشتوانه دیده که منتقدای ما نقدهای ما نقدهای جناحیه. الناس علی دین ملوکه. اگر من شما مردم یاد بدیم کنید، ما مشکل ما این استش که همه چی رو سیاه و سفید جناحی میبینیم. عامل بیچارگی این کشور نگاه کردن از زاویه دیدیست از روزنه تنگ جناحه. شما نگاه میکنید ببینید که الان هزاران هزار میلیارد، هزاران میلیارد، هزاران میلیارد دارن میبرن، داره اتفاقاتی که میفته دیگه، مردم دارن میشنون، مشکلاتی است که مردم دارن با همه وجودشون لمس میکنن. بعد وقتی دقت که میکنید ببینید که خب بابا بسترش معلومه، این سیستم معیوب کشور باعث میشه، این نگاه غلط مسئول و رانت دهی مسئول باعث میشه، و این عدم رسیدگی و برخورد قاطع با این سبب این معضل میشه.
و میبینید یه عده‌ای هم بودن گفتن، الان نگفتن، 5 سال پیش گفتن، اگه اون موقع میرفتن دقت میکردن امروز جامعه رو با این تنش و تکانه مواجه نمیکردن. چرا باید مسئولین این کشور گوش شنوا نداشته باشن، نشنون؟ و وقتی هم که حرف میزنی بگن که توهین میکنید، در واقع دارید تهمت میزنید، بعد دو سال معلوم میشه که آقا هر من حرف راست بوده، سند داره. باید اینجوری باشه که اختلاس، عنوان اختلاس یک عنوان منفی توی جامعه باشه. آقای محمودی چند بار اشاره کرد، بفرمایید. من احساس کردم از فرمایشات هر دو بزرگوار که مسئله نقد و نقدپذیری رو تقلیل میدن به مسائل فردی و خصلتی، در صورتی که این مسئله به نظر من اصلا این نیست. اینها به نظر میرسه که مسئله معطوف به سیستمه. من مشخصا سوالم اینه، به نظر شما ساخت نفتی، ساخت اقتصاد نفتی، ساخت به یک معنای دیگه ساخت دولت رانتیر چقدر مؤثره در این که این نقدها به ثمر نشینه؟ من یه نگاه حقوقی دارم، همونجوری که در صحبت اولیه آقای زاکانی عرض کردم، تو نگاه حقوقی ما خیلی مشکل نداریم، همه میتونن اگر به هم کمک کنن که همه با یکدیگر جلوی یه سری عناوین فاسد بیستن. این عناوین فاسد من روش تاکید دارم به خاطر اینه که مثلا مصداقایی که این ما رو اون جناح، این ما رو اون جناح رو نمیخوام واردش بشم، بگم که این که دل یعنی یک منکر غیر قابل دفاعی باشد اختلاس، دزدی، حالا اصلا فرصتی نباشه برای اینکه بحث بشه که این اختلاس و دزدی مال کدوم جناح، مال کی است، خب این تو چارچوب کمک این مجموعه ها با همدیگه انجام میشه. یعنی رئیس جمهور باید کاملا تابع این باشه که اگر یک دزدی در سیستم اجرایی اتفاق افتاد به همون میزانی اصلا ناراحت باشه که تو سیستم قضایی اتفاق افتاد. قوه قضایی هم باید اساسا پشتوانه قضایی نظامه برای اینکه حمایت کنه از این اتفاقات. من اون حرفی که هی میگفتم که جناحی، شاید الان شما که کم بازترش کردید اینجوری بشه عرض کنم که الان قضیه از جناح بالاتر رفته، یعنی شده چیز قوه‌ای. یعنی مثلا فرض کنید توی قوه مجریه توی این یکی دو ساله اخیر یا از یک طرف تو اون سالهای قبلترش از یک طرف دیگه نقدهایی شد که این نقدها کاملا معلوم بود که جناحیه. این باز توی سطح توی بدنه یه مرحله آمد بالاتر، یعنی رئیس قوه مجریه در مقابل رئیس قوه مقننه یه نوعی برخورد اتفاق میفته، یا رئیس قوه قضاییه الان مثلا با رئیس قوه مجریه، با رئیس قوه مجریه با رئیس قوه قضاییه، که اینها بیشترین اتفاقی که تو جامعه ایجاد میکنه این که فضا سازی میکنه، راه باز میکنه که اون آدمهایی که اهل اختلاسن، اهل فسادن، اهل منکرن، اینها هی راه باز کنن و از توی این دعوا و درگیری ها بیرون بیاد. من اون فرمایش رهبر معظم انقلاب که همیشه روش تاکید دارن که از رهبران، از مسئولان قوا درخواست میکنن که با هم دیگه وحدت داشته باشن و پشتوانه هم دیگه باشن، من فکر میکنم که این کار از رؤسای قوا میاد. اگر قوه قضاییه با تمام قوا و شدت نسبت به هر اختلاسی توی خود قوه باشه، توی بیرون قوه باشه، توی مجلس باشه، برخورد بکنه. رئیس جمهور با همون شدت نسبت به همه این قوا برخورد بکنه، رئیس مجلس همینطور. اما ما واقعا این که موردی که من خدمت آیزاکان عرض کردن که ما در واقعیت خارج نمیبینیمش، اینه که کاملا توی افکار عمومی توی جامعه اینا معلومه که مثلا به فلان آقا نه برخورد نمیشه. چرا؟ چون به فلان رئیس قوه مربوط، حالا هر کدوم از قوا، اون یکی دیگه، و بعد این باعث میشه که زیر این عنوان ده ها اختلاس دیگه اتفاق بیفته وقتی بیرن یک جای خروج داره. من درگیری بین جناح به اصطلاح مجموعه مدیریتی منتخب و غیر منتخب روی درگیری سوری و ساختگی میدونم. اینها از نظر حقوقی اصلا مشکلی نیست توی کشور. خب آقای عبدالی ممنون. آقای دکتر شما نکته دارید؟ این دعوای بین در واقع انتصابی و غیر انتصابی دورش مال دو دهه پیش بود، گذشت، و اصل غلط بودن طرح این دعوا هم معلوم شد. ساختار حقوقی کشور مشخص، اجزا و عناصرش معلومن، و همونجوری که گفتن همه باید بیان سر جای خودشون تو زمین خودشون بازی کنن، و موضوع هم موضوع پیشبرندگی
کشور در جهت پیشرفت و خدمت به مردمه. خب چه عاملی میتونه اینا رو سر جای خودشون ببره؟ مسئله اینه. عاملی که سر جای خودشون میتونه بنشونه این هستش که همین یکی از عواملش همین جنبه‌های نقد و نقدپذیری است. یعنی فرهنگ نقادی در جامعه آنگونه پذیرفته شه که تریبون‌های مختلف عالمانه شروع کنن نقد کنن، اون موقع ببینید که اصلا کسی میتونه در مقابل افکار عمومی بایسته؟ نه. درست. نمیتونه بایسته. اگر راهش رو ما بریم و درست با جامعه برخورد کنیم و ارزش قرار بدیم به عنوان یک ارزش بالا، صحبتی که از افکار عمومی برمیخواد، اون موقع میبینید که خیلی از چیزا اتفاق میفته، اصلاح میشه. علاوه بر اون شفافیتی هم که ذکر کردش آیه خلفی زاده هم ذکر کرد که اگر شفافیت ایجاد بشه اون موقعی همچین اشکالات ایجاد نمیشه. بنده فقط بحث مسائل اقتصادی رو ندارم، مسائل مختلف تو کشور وجود داره که ماحصلش داره ظرفیت‌های کشور نابود میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پذیرش نقد توسط مسئولین وجود نداره، پذیرش نقد وجود نداره. آبان ماه سال 81 در نشست دانشجوی تبریز رهبر معظم انقلاب اونجا یه پیامی داره که تو پیامشون دستور قیام به دانشجو میدن، میگن در مقابل در واقع یک سلسله اموری رو میشمرن، میگن در مقابل این جنس امور و امثال اینها که امروز متاسفانه بعد از 16 سال گریبانگیر کشور هستش، میگن سکوت نکنید. این سکوت کردن و این دم فرو بستن در جایی که نیاز به گفتنه و منطقی گفتنه چون وجود نداره، کشور داره آسیب خودش رو میبینه. برای چی من عرض کردم خدمت جناب آقای ابتهی؟ من عرض کردم برای حداقل برای بنده نوعی دولت ها متفاوت نبود، فرق نمی کردن، هر دولتی حسن و قبحی داشته و ما میگفتیم آقا حسنت حسنت، بدید بدید. آیه در واقع جناب آقای ابتهی میگن که این دولت، من میگم همین دولت، هم دولت قبلش، هم دولت ما قبلش، هم دولت ما قبلش، البر عقب. شما بعد از دوره دفاع مقدس شرایطی که تو کشور اتفاق افتاده اومده جلو اصلا زمینه رو فراهم کرده برای اینکه این آسیب ها در کشور به وجود بیاد و این فساد ها رقم بخوره. باید رفت ریشه یابی کرد و تو چهار دولتی که در گذشته بودن و هر کدومشون به هر حال 8 سال و این دولت هم قریب 5 سال و نیم داره کار میکنه، دستگاه اجرایی دستشه، باید نگاه کرد ببینید که آقا ریشه این فساد ها کجاست، ریشه این مشکلات کجاست، برای چی؟ مگه ما کم منابع تو کشور داریم؟ کلی منابع تو کشور وجود داره و کلی در واقع ظرفیت تو کشور وجود داره که اگه احساب شه کشور میتونه جهش کنه. چرا داره درجا میزنه؟ به خاطر این که اولا مسئولین نقد ناپذیرند، ثانیا مسئولین فکر میکنن همه کارن، هیچ نیازی نه به دانشگاه دارن نه به حوزه دارن. شما نگاه که میکنی میبینی یکی کسی مسئول فلان وزارت خونه است، فردا که کم میارن میره تو فلان وزارت خونه وای میشه مسئول میشه، از اونجا میره تو اون یک جا وای میشه مسئول میشه، اصلا کنه همه همه. پنجه اتفاقی افتاد در ایران، هم پایه و همزمان با ازدیاد سینما و تئاتر و اینجور چیزا مساجد هم توسط مردم ساخته شدن. کاملا جلسات تو همینجا برگزار میشد، البته اینجا یه ذره الان دوستان آبرومندانترش کردن چون این رنگ و اینا اینجوری نبودش. 7000 خورده‌ای عضو این کتاب خونه شده. ساواک یک وسط نمایش ریختن به هم و گفتن باید خالی کنید و شاید خود ما هم نمیدونستیم بعدا میخواییم تو خیابون همین بچه ها بیاد تو خیابون، اون موقع نوجوان و جوان میشن الله اکبر میگه. کاران بفرم، تا حالا بحثی که مطرح شد بیشتر از دید حاکمیت بود، یعنی نقادی در حاکمیت. من میخوام از زاویه مقفول در واقع صحبت کنم، از زاویه مردم. مردم نگاهشون به نقد حاکمیت چیه و چطور میبینن وقتی در واقع مسئولین کشور دارن با هم یا رسانه های دو جناح دارن با هم مکالمه میکنن؟ من میخوام بگم ما فرهنگ نقدپذیری در کشورمون طی سالیان اخیر به شدت آسیب دیده در بین توده های مردم.
دلیلش رو هم عمدتاً رفتار سیاسیون ارشد کشور میدونم. حالا دوستان مثالاشون مال مثلا 8 سال و 10 سال پیشه، من ارجاع میدم به همین 3-4 ماه پیش انتخابات ریاست جمهوری. نوع مواجهه کاندیداهای ریاست جمهوری و نوع مواجهه رسانه‌های دو جناح با هم چطور بود؟ اون چه که اتفاق افتاد از دید یک ناظر، از دید یکی از در واقع آحاد مردم اگر بخوایم نگاه بکنیم، اتفاقاتی که افتاد رها شدن یک سری گزاره‌ها، یک سری جملاتی در فضای سیاسی کشور بود، گزاره‌های بسیار سخت و سنگینی که بعضاً ممکن بود ذهنیت یک فرد رو نسبت به کل نظام عوض بکنه، اما این گزاره‌ها نه قابل اثبات بود نه قابل رد بود. این مواجهه ها به گونه ای بود که در واقع جناح مقابل یا فرد مقابل خودشون رو در واقع به یه نکاتی متصف یا متهم می‌کردن بعضن که کاملا در واقع نه قابل اثبات بود نه قابل رد. میخوام دوستان بزرگوار در واقع از این منظر به همین اتفاقات اخیر ورود بکنن. شما دکتر میخواید پاسخ بدید آقای ابتهی درباره نکات آقای بیگی درباره انتخابات ریاست جمهوری؟ من فکر میکنم که خیلی سوال نبود، این یه دیدگاهی بود که مطرح خب کردن که قابل قبوله، یعنی دیدگاهی که من این تعبیر رو موقع انتخابات ریاست جمهوری همین دوره اخیر داشتم که از زمان ورود تلویزیون به ایران شاید تا اون شب یا اون روزهای مناظره هیچ وقت سیاه نمایی از این دوربین از این به اصطلاح مانیتورهای تلویزیون در خانه ها در تاریخ تلویزیون ایران اینجور سیاه‌نمایی همه جانبه که بالاخره معلوم شد همه مشکل دارن، یه نفر و دو نفر هم نیست، اصلا همون که گفتیم جناحی نبود برعکسش بود، یعنی همه جناح‌ها و درگیری و اینا. و این اتفاق متاسفانه یه آفت بدی بود برای انتخابات که فکر می‌کنم تو انتخابات قبلم یه تکرار شد همین حالت. آقای دکتر زاکانی جنایت تایی همه مشکل ندارن، بعضی‌ها که مشکل دارن با فرار رو به جلو فریاد کشیدن، میخوام بگن که اگر ما مشکل داریم خب دیگران هم مشکل دارن، این خیلی بده. ما اینجا بحثم این استش که واقعا بشه اگر سر موضع نقد و نقادی ما بایستیم و نقد منصفانه و دفاع واقع بینانه رو پیشه بکنیم، انصاف رو رعایت کنیم و دنبال بکنیم، اون موقع شما با کشوری مواجه نمیشید که امروز بعد از 2 دهه از همون دولت اصلاحات قراردادهای مونده باشه که امروز برای 50 سال آینده کشور رو بدهکار کنه. دکتر من یه سوال اینجا بپرسم، به نظرم جاش همینجا، شما دارید وارد یک موضوعی میشید که من از اینجا به بعد اسمشو میذارم، شما دارید نقد میکنید، مثلا دارید میگید دولت اصلاحات، دولت بعد اسادی، هر چی یا فلان کس فلان منصوب به فلان مسئول. بارها من از شما نقدهای مختلف دیدم تو حوزه‌های مختلف، دانشگاه آزاد، دولت‌های مختلف یا همین مثل، و بارها هم دیدم که شما وقتی این نقد ها رو کردید چالشی بوده، صریح بوده، محکم هم بوده، گفتن که آقای دکتر زاکانی دست به افشاگری میزنه. ببینید اینجا یک موضوع دیگه مشخص میشه، تا کجا ما بحثمون میشه نقد، تا کجا میشه تخریب، و یک جایی بعد میشه افشاگری. ببینید الان این موضوعی که داشتید میگفتید شاید در اون سالها افشاگری بوده اگر مطرح میشده، یا امروز موضوعاتی که میگید شما بهش میگن افشاگری. نه کنید، ما که هر چی که داریم میگیم رو چون دوست دارن نشنون، ولی آینده معلوم میکنه حرف حقی بوده، یعنی در گذشته گفتیم معلوم شد، حالا اگر عرض کنیم معلوم خواهد شد. علاوه بر این که رویهی که در کشور وجود داره واقع امرش اگر به جا نقد صورت بگیره و گوش شنوا هم باشه، این انگ افشاگری هم بهش نخوره، افشاگری هم بهش نخوره، این چی میشه؟ این پذیرشش امکان ایجاد میکنه کشور اصلاح بشه. شما اگر در واقع راحت ترین چیزی که وجود داره این استش که میگن این که داره حرف میزنه دروغ داره میگه، دروغ داره میگه، برچسب دروغ میزنن، هرچی داد میزنی آقا این سند دست منه، این سند وجود داره، یه سال بعدش معلوم میشه که آقا این حرف درست بوده، امروز کشور با چه چالش و مشکل بزرگی مواجهه. من عرضم دولت خاص نیست، من عرضم این استش که در واقع طی دولت‌های گذشته تا امروز و همین دولت ما مشکلاتی رو داریم که به واسطه چشم بستن بر واقعیت و عدم بیان او و مرعوب شدن در مقابل برچسب دیگران که آقا افشاگری داره میکنه، چی داره میکنه، هر نقدی رو دارن منکوب میکنن.
الان به هر کدوم از این قوا همین حرف شما زده بشه نسبت به قوای دیگه همین جواب رو میدن که این اونا... اینم بازم راحت ترین کار برای اینکه آدم فرار کنه بره جلو پاسخ نده. من عرضم این استش که توی این مسیر اگه این ایراد وجود داره و همه همینطورن، من شما که نباید اینطور باشیم که. آره ولی همه کسانی که تو جامعه هستن میدونن هزینه مثلا نقد کردن سیستم قضایی خیلی بیشتره تا هزینه نقد کردن مثلا قوه مجریه. یعنی اینکه یه قوه توانش رو من عرض کردم قبلش، توان به قول شما فرمودید اونم ممکنه بوجر ببنده، اساسا این که توانش رو برای قوه خودش به کار ببره این اون جامعه رو از نقد پذیری دور میکنه، حالا چه با بودجه بستن به قول آقای بخش اجرایی چه با قوه قضاییه. ولی قوه قضاییه الان هزینه داره نقدش، خب این نقد من فکر میکنم که این هزینه رو خود قوه قضاییه وارد بشه این نقد رو هزینه‌شو کم بکنه خودش سودشو میبره، بنابراین مبنایی که خود شما دارید. من نقاد قوه قضاییه هستم، نقدش میکنم، میگم قوه قضاییه‌ای که در سال گذشته 15 میلیون پرونده وارد شده، 12 میلیونش 3 میلیونش در به هر حال پیش از ورود به دست قاضی حل و فصل شده یا به هر نتیجه رسیده در شورای حل اختلاف، 12 میلیونش اومده دست قضاتی که 9500 تا قاضی ما بیشتر نداریم و 1500 تا از این قضات هم 1000 تاشون هم کار اداری میکنن، میشه 8500 تا. ولی خب میدونی خیلی از پرونده ها هستش که هنوز صدای نقد در نیامده توی بعضی از حوزه ها، فردا بعد از ظهرش قاضی نشسته حکم هم داده، طرف هم پس فرداش تو زندانه. خب میگه این استفاده چیزی از قوه قضاییه. من این اشکال وجود داره. به چه معنا؟ به این معنا که قوه قضاییه اگر میخواید اشکالشو بگید، به نظرم قوه قضاییه بخشش هم به خاطر الکم بودن زبانشه. این اشکالی که شما میگید رو بعضی جاها ممکنه کسی استفاده کنه، اشتباه هم میکنه، از این زورش استفاده میکنه، ما هم بهش منتقدیم، نقد داریم. اما خیلی جاها خیلی از کارهایی که قوه قضاییه هم میکنه اتفاقا زبونش الکن، دیگران بهش برچسب میزنن. این ور قضیه رو هم شما بگید. یعنی چی؟ او داره اون ادعا این نه بله، او داره به قانون عمل میکنه، مجلس ممکن ادعا او داره به قانون عمل میکنه، او داره به قانون عمل میکنه در حقیقت. جای دیگه ممکنه چیه بیاد این برچسب رو بزنه، که شما میگید راه فراره دیگه، یک شب بله میتونه برچسبش بزنه. آقای خلفی زاده خیلی کوتاه خواهشم، عرض به خدمتتون که من اظهاراتم ناظر به آقای عطایی هست. شما گفتید که نقد باید خروجیش به اصلاحات تبدیل بشه، به اصلاح و اصلاحات بله. امور. اما گفتمانی که شما دارید ازش صحبت میکنید و خودتون بهش تعلق دارید، عملا مسیری رو طی کرد که نقد رو کاملا به سمت تخریب برد و اسمش رو گذاشت رفرم. شما ببینید تو دوره اصلاحات به اسم نقد اومدن خدا رو زیر سوال بردن، دعوت به راهپیمایی علیه خدا کردن، احکام دینی اجازه نه. نه من فهمی کنم که 600 با تو کیهان اینا نه نه خوندی. نه یه زاویه مظلوم نمایی به خودتون گرفتین و نشستید به عنوان داور به همه دستگاه هم نقد دارید، ولی به خودتون یکم فلش رو نمیگردونید که آقا ما میخواستیم تو فضای انتقادی اصلاح بکنیم، اما چرا رهبران ما در انتقاد به یه مقام اجرایی رو توی ساختارهای قانونی کشور بعد از انتخابات فلش رو به سمت نقد خودمون نبود، فلش رو به سمت مثلا راجع به آقای احمد نژاد و خب بالاخره شما هم اشاره کردید بیان صحبت کنن، ما که نیومدیم بگیم که اون دولت چجوری. من هم قبول دارم که ما اینجا بحث افراد نیست، در خصوص افشاگری، ولی میتونم همین مورد شما رو به عنوان یک کیس مطالعاتی بذارم به نظرم درباره نقد، که نقش نقد شونده چیه و نقش نقد کننده چیه. شما به عنوان یک نقد کننده یک سری اطلاعات دادید که حالا یا اطلاعات مبنا داره، فکت داره، میتونید بهش رفرنس بدید، یا اینکه شما یه دوره اصلاحات شما... یه چیزی حرفی زده این رو بخوام به عنوان یک 8 سال دوران یک اصلاحات به اون اسم رو این رو مثلا 500 هزار بار نه مثلا اینکه خدا رو نمیدونم رهبر انقلاب گفتن، اگر رهبر انقلاب میدونستن که خدا رو آقای رئیس جمهور مثلا میخواد نقد کنه که تو دفترش راش نمیدادن. شما مخالف اینید دیگه، یعنی دارید میگید نه من میخوام بگم که این من یک سال بازم ببینید خیلی سوال دارم، من قبول دارم، من فرض میکنم سوال آقای خلفی زاده 0 تا 100ش غلط، نه ممکنه اصلا نشوندم جوابش. خب دارم عرض میکنم، اصلا فرض میکنم کاملا غلطه. عزیزم شما به عنوان شما به عنوان کسی که الان بهتون یه نقد شده یا به جریان شما نقد شده چگونه با این برخورد کنید؟ همون چیزی که آقای زاکانی فهم بودن که بحث انتخابی و انتصابی ما رو
دو دهه پیش بوده. نه گفتم این... غلط بودنش معلوم شد. خب میگم بعد میگید معلوم شد. من همین رو میگم. صحبت‌های دوستانمون، صحبت دوستمون خلاف زدن بار دو دهه پیش بود، 10-15 بار غلط بودنش معلوم شد. یعنی ما توضیحات مختلف در مورد افراد مختلف، مواضعمون، دیدگاهامون، یک نفر از سران اصلاحات نیست که در مورد مثلا خدا و نمیدونم مقدسات و اینها مشکل داشته باشه. یعنی اگر داشت که خب توی این همه افشاگری های بعد از سال 88 یه بار اونا مطرح میشد. بسیار من عرضم این استش که وقتی رسانه تکثیر پیدا کرد که من باش موافقم، باش موافقم، جلو فسادو میگیره باش. نه 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 لازم نه حتما رسانه اگر آزاد نیست. باشه گردش آزاد و عادلانه اطلاعات یکی از ایناست. ولی شما قراردادهای نفتی دهه 70 رو شما رسانه های زیاد یکی بهش پرداختن؟ چون بنا نبود بهش بپردازن. قرارداد نفتی که 10 میلیارد دلار کشور مغروض شده، گرفتار شده. آخه اینا الان ادعاست که من میدونم جوابشو. نه ادعا نیست. باید وزیر نفتم باشه بهتون بگه که آره درسته یا درسته، اگه درست باشه خیلی بد بوده. اگر خیلی بده. من هر قبول داری. هر کی باشه در هر شرایطی خیلی بده. اگر اتفاقی بده. بیفته، اگر اتفاقی بیفته که اون اتفاق اختلاس باشه، دزدی باشه، هر نوع، خب بده. اینا بده. خب بده. هم در دوران شما بده، هم در دوران من و شما نداره. هم برای شما بده، هم برای من. همین میگم، هم برای شما بده، هم مسئول این کشور بودی، من هم مسئول این کشور بودم. برای این نظام بده. درسته. من عرضم این هستش که من خواستم رد کنم این که میفرمایید در واقع فقط رسانه. من میگم رسانه یکی از ابزارهاست. اراده ای که این رسانه رو در واقع کمک کنه برای این که این رسانه بتونه سر جای خودش بایسته و شفافیت ایجاد بکنه، اون اراده وجود نداشته. یه سری رسانه ایجاد کردن برای اینکه فقط یه تریبون خاص چون ایشون پرسن شفافیت. من گفتم که رسانه دیگه منم خیلی ممنون آقای محمودی. من یه چون حالا دوستان صحبت کردن یه سه تا نکته رو سعی می‌کنم سریع عرض کنم. این نکته اول این که قطعاً اگر که چون ما برچسب زنی نمواد بکنیم، قطعا اگر که توی دوره یک نفری اومده مثلا یک تشکیکی به وجود آورده در کلام خداوند، قطعا ضربه‌ای که به دین زده بسیار بسیار کمتر از زمانیه که کسی بیاد بگه اطاعت از رئیس جمهور، اطاعت از خداست. این نکته اول. نکته دوم آقای دکتر زاکانی، مسئله این نیستش که ما نقد بکنیم بعدم بگیم نقدمون درست بوده. مسئله اینه که ما مسئولیت نقدمون رو بپذیریم. یعنی نقد مسئولیت میاره. به چه معنا؟ به معنای که اگر من امروز برجام رو نقد می‌کنم، بیام بگم از چه مدلی دفاع میکنم. مگر نه این نقد میشه نقد بدون شناسنامه. شما میشید افرد بدون شناسنامه. زمانی میتونید بیاد از یک ایده این انتقاد بکنید که ازش به لحاظ ایجابی بگید من از چی دفاع میکنم. نه اینکه اگر بعدن رفت جلو مثلا به دیوار خود ما بگیم آقا ما که گفته بودیم. حداقل در مورد برجام اگر میخوایم نقد کنیم، این پیش فرض رو داشته باشیم که برجام محصول کل نظامه، نه محصول مثلا صرف دولت یا خیر. اما به مسابقه یک سوال، یعنی به عنوان یک سوال، من همیشه برام این سواله که چه اتفاقی میفته که یک کانال مجعولی که معلومه هویتش از کجا شکل گرفته، یک خبری رو در مورد فساد مثلا یک سری مسئولین مطرح میکنه و این توی جامعه ما ترند میشه. یعنی مردم جامعه ما نمیان اون رو ردش بکنن. این به نظر شما این محصول چه اتفاقیه؟ آیا محصول اینه که رسانه ها خوب عمل نکردن، شفاف من میدن؟ از این سوال شما استفاده میکنم. از آقای ابتهی خواهش میکنم که در حینی که دارم پاسخ آقای دوستمون رو میدن، آقای محمود رو میدن، جنبندیشون رو بدن، بعد شما پاسخ و جنبندی رو بعد. ببینید این سوالی که محمود رو بردن با فرض اینکه دارید جنبندی هم انجام میدید، جنبندی هم عرض میکنم خدمتون، شاید اتفاقا نقطه خوبی هم باشه برای جنبندی و اون اینه که جامعه وقتی نقد پذیره و مدیریت وقتی نقد پذیره که اعتماد متقابل بین حاکمیت و مردم شکل گرفته باشه. اعتماد خیلی مهمه. اعتماد توش دروغ نیست. اعتماد توش حتی به خاطر مصالح که اتفاق میفته، به خاطر مصالح هم نباید دروغ گفت. مردم حس کنن که مدیران کشور با اونها رو راست هستن و نگران مشکلات و بحرانهای مختلف هستن. اگر ما واقعا توی جامعهمون بریم به سمت این که مدیریت کشور، خود مردم، اینها اعتماد متقابل رو حس کنن، حس کنن که مسئولی نمیخواد از دوستان خودش، از بستگان خودش، از علاقمندان خودش دفاع بکنه و واقعا مشکلش مشکل فساده. این اعتماد اعتمادیه که ایجاد میشه. البته ابزار اعتمادم رسانه است که من معتقدم که خیلی تعیین کننده است برای اینکه بتونه جامعه رو با مدیریت نظام مرتبط کنه. خیلی ممنون از شما، تشکر میکنم آقای زاکانی. نکته که هست این هستش که این بیشناسنامه دار بودن یا باشناسنامه بودن که واقعا توهینه
اونم آقای رئیس جمهوری توهین کردن به من. حرف آقای رئیس جمهور توهین نیست. نه توهینه. چون اصلا در حقیقت اون کسانی که نقد می کردند بیانشون این بود که محاسن معایب این شیوه مذاکرات چیه. حداقل بنده نوعی هم محاسنش رو ذکر میکردم هم معایبش رو ذکر میکردم، این که معلومه دیگه، مستنده. اگر یک کسی که محاسن معایب رو ذکر کنه و بعد برونداد او امروز بعد از 2 سال معلوم بشه که برونداد یه جریان نقادی، معلوم بشه که خط به خطش درست بوده، این که آخه خیلی زشته که کسی بگه کسی بیشناسنامه بودی توی نقد. بله اگر کسی نقد کرد بعد راه جایگزین ارائه کرد، نقدش زیباتر و قشنگتر و موثرتره. اما اگر همینقدر نقد کرد، گواقا داری تو چاه میفتی، تو چاه داری میفتی، تو چاه ننداز خودتو، میشه بیشناسنامه؟ ما از چاه در بیام تو کجا بیفتیم؟ نه اصلا اون یه حرف دیگه است. این او اصلا یه حرف دیگه است. چون ما از چی دفاع میکنیم؟ مثلا شما بگید که من از مدل دولت قبلی توی مذاکرات دفاع میکنم، مثلا از مدل مذاکرات های دکتر جلیلی دفاع میکنم، خب این میشه شناسنامه که من بگم آقا شما پس منظورتون اینه؟ شناسنامه بنده عقلانیت بنده است. بنده با عقلانیت هم میگم که چیه؟ میگم که این کار غلطیه. جایگزینش هم معلومه. خب شما که... جایگزین معلومه. بله بله ما هزاران بار جایگزینش هم معلوم این کردیم. این جایگزین تو نمیتونه یه ایدئال تایپ باشه. نه نه این ایدئال نیست. نه ایدئال نیست. نه بابا اون مواجهه‌ای که ما با آقای آمانو کردیم تو کمیسیون برجام، این آقای آمانو اومد تو کمیسیون برجام نشست در مقابل نمایندگان، نمایندگان با رئیس آژانس صحبت کردن. ایشون وقتی در مقام پاسخگویی صحبت‌هاش رو اعلام کرد، حداقل 2 نوبت یا 3 نوبت دست و پاشو گم کرده بود، حرفای اضافی زد، عذرخواهی کرد. نتیجه چی شد؟ منطق درست یعنی چی؟ منطق درست یعنی این که دستگاه دیپلماسی کشور که وزارت خارجه هستش بیاد بعد از جلسه به بنده بگه من دست درد نکنه تشکر میکنم که بزرگترین کمک رو به من دیپلماسی کشور کردی. دستگاه دیپلماسی، دستگاه وزارت خارجه، معاون وزیر خارجه تو جلسه بود، بعد شما از من تشکر کرد، گفت بزرگترین خدمت رو ما کردی تو کشور. نتیجه هم بده نداد. سمینه. اون دیگه ممکنه حالا خود وزارت خارجه بره هر کاری خواسته رفت خرابکاری کنه. من کاری ندارم. نه خب میگم که من نقش... مردم بروندادشو میبینن. اینی که ما تیمیم. این تلاش برای برجام مثلا به رفع تحریم بیانجامه. ما... یا به یه اتفاقی بیانجامه که برای مردم یا برای کشور خیر داشته باشه. ما تیم هستیم. ما مجلس و دولت خروس جنگی نیستن به جون هم بپرن. بعد به هم کمک کنن. متاسفانه این ادبیات تو کشور ما وجود داره که فکر میکنن که این جناح اون جناح، این دولت مجلس دستگاه قضاییه با هم کار نمیکنه. خاطر که این کار شده. ما یه... نه این شده که آخه من و شما مسئولیم، ما باید همه. اصلاحش کنیم. میخوام بگم ما باید اصلاحش کنیم. من عرضم این استش که این نگاه نگاه درستی نیست. نقاد رو باید براش قیمت قائل شد و بهش وزن داد، بهش ارزش داد و نقد رو یک ارزش در جامعه دید و نقد پذیری رو هم هر کسی از خودش شروع کنه. از خودش شروع کنه، یه عرض بنده است. اگر این شد اون موقع شما دقیق میدونید که دیگه امکانی ایجاد نمیشه که همون یه کانال فلانی که شما میفرمایید یه حرف دروغی رو بیاد بگذنه تو جامعه بخواد باستاب داشته باشه. انقدر ما راه‌های درست رو دنبال نکردیم، من مسئول کشور دنبال نکردم، درست دنبال نکردم که منجر به این شده که جامعه در واقع حساس و شرطی شده نسبت به همچین اخبار. خیلی ممنون آقای دکتر زاکانی، آقای عبدتهی، وقت گذاشتید از هیئت همراه، از بینندگان عزیز. خیلی ممنون. موفق باشید. سلام. سلام. حال شما خوبه؟ بله. چقدر شما آشنایید، اسم شما چیه؟ هورا. هورا خانم، خیلی خوش اومد. ممنونم. مدرسه تو میکشی؟ معلمتونم میکشی همون؟ منم مدیرتونه کشیده. خانم مدیرم. داداش مدیرتونه کشیده. خب اینم مدیرتونه. چه درسایی میخونید همون؟ راجب زمین. معلمتون راجب زمین حرف بزنه براتون. زمین یه گردیه که فکر نکنید توپه. اون جاییه که آدم ها توش زندگی میکنن، نه یه توپ. آه زمین توپ نیست، یعنی این توپه یه وقت اشتباه نگیرید با زمین، درسته؟ بله.
خانمتون کلن راجب زمین فقط حرف میزنه؟ نه، راجب ابرام صحبت میکنه. چی میگه؟ ابرام میگن کارهای متفاوتی میکنن. ابرو گریه هم میکنن، ره؟ گریه شون از بارونه. اگه جای خانم مدیرتون بودی چه معلمی میآوردی که باهاتون بازی کنه بهتون چیز یاد بده؟ خانم باشه یا آقا باشه؟ نمیشه که آقا این درس بده. چرا نمیشه؟ تا الان مدرسه دیدی؟ نه ندیدم. اگه شما باشی این کارو میکنی یا نه؟ نه. چرا نه؟ نمیکنم. نمیکنی؟ تو مدرسه دخترونه فقط خانوما درس بدن. خب یه معلم جدید بکش. خب یه معلم آقا هم من بکشم که اومده بود درس بده به شما، شما گفتی اینجا ما آقا استخدام نمی‌کنیم بره میره. اون معلم جدیدتونه؟ بله. این کارا که خانم قبلیمون نمی‌کرد و می‌کنه. چی کار می‌کنه؟ مثلا راجع به چی درس میده اینجا؟ مثلا در مورد گلا حرف می‌زنن که خانم اون حرف. خب بکش گلا رو دیگه. در مورد گلدون حرف می‌زنن. گلدون چقدر خوب. شما اگه مدیر باشی کدومشون رو نگه میداری؟ چرا؟ این گناه نداره این همه حرفی خوب بوده به زمین زده؟ خب میتونه بره توی کلاس مثلا بغلی کار کن. اونه که زمین دوست دارن. شما که گل دوست دارید اون بیاد. معلم ورزش هم داری؟ بله. چه ورزش هایی درس میده بهتون؟ شنا کردم. شنا دارید؟ خب بکش ببینم شنا رو اینجا. اون معلم اون خرپولیس یادمون میده. شناه؟ بله. دیگه چی کار میکردی که مدرسه‌تون خیلی باحال بشه؟ دیگه نمایش برای بچه‌ها میساختم. اینم خوبه. آره دیگه چی؟ میخوای اینجا نمایش بسازی؟ خواهی شما مدیر مدرسه‌تون بشید. خیلی خوبه، شما بزرگ شدی حتما یه مدرسه را بنداز، این کارا رو توش بکن که بچه ها توش خوش بگذرونه. باشه؟ قول میدی؟ خداحافظ. بسیار خوب، خسته نباشید دوستان هیئت همراه. فارغ از مباحثی که در بخش اول و دوم طرح شد و به نظرم بحثان بحثای چالشی بود، میخوام یک بار دیگه برگردیم درباره موضوع اصلی بحث و اون هم مرزهای نقد در جمهوری اسلامی. دورش تفصیلی صحبت کردیم، اما به نظرم میادش که شما دوستان هیئت همراه با هم اختلاف نظرهایی دارید که در این بخش میخوایم درباره اون اختلاف نظرها تضارب آرا داشته باشیم. آقای خلفی‌زاده با شما شروع کنم. عرض به خدمتتون، من فکر میکنم که حجم برخورد افکار و دیدگاه‌ها طی سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و این خودش نمایشگر اینه که فضا به اندازه کافی برای بیان عقاید وجود داره. خب از طرفی هم فکر میکنم که این تنش‌ها نشون میده حجم تحمل گروه‌ها، دستجات، مقامات، مسئولین برای شنیدن نقدها اونقدری که باید و شاید بالا نیست. به خاطر همین ما میبینیم تیتر یک رسانه‌ها، روزنامه‌ها دائما درگیر بحث‌های تند سیاسی، کنش‌ها و واکنش‌های چهره‌ها و شخصیت‌ها و مقامات و چهره‌های سیاسی، حالا تو حتی تو حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با هم دیگه است. بله، عرض به حضورتون که من فکر می‌کنم که پیرو فرمایشات برادرمون یه نکته‌ای رو باید عرض بکنم. اولا که به نظر میرسه به هر حال لازمه فضای انتقادی وجود شفافیت. حالا این شفافیت میتونه توی سطوح مختلفی تعبیر و تعریف بشه. یه بحثی اینه که به هر حال اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی توی سیستم حاکمیتی ما وجود داشته باشه. یعنی ما زمانی میتونیم به سمت فضای انتقادی بریم که این شفافیت رو داشته باشیم. نکته دیگه هم که شما فرمودید به نظر من درسته. این ظرفیت یکی از علل این که در واقع کمتر به چشم میخوره که وجود داره ظرفیت پذیرش این حالا فضای انتقادی که توی جامعه ما وجود داره، به نظر میرسه اینه که به طور کلی اساساً اراده‌ای برای تغییر بین مسئولین ما هر چقدر از ابتدای انقلاب به این سمت اومدیم الا زمان نهازا کمتر شده. فرمایش شما از این جهت قابل تأمله که چرا نقدها مؤثر واقع نمیشه. یه بخش مهمیش به این برمیگرده که اون حس خیرخواهی در نقد از جامعه ما رفته. این رو در سطوح کلانش میبینیم، یعنی وقتی میبینیم در واقع مسئولین عالی رتبه کشور حتی گاهی نسبت به هم میخوان نقد کنن،
گویی که دو نفر آدم غریبه ان که تا به حال کنار هم نشستن و انگار همدیگر رو نمیشناسن، انگار از دو جبهه کاملا مخالف هم هستن وقتی میخوان راجع به هم حرف بزنن. این به سطوح پایین‌تر هم تسری پیدا میکنه. وقتی این حس خیرخواهی وجود نداشته باشه، اون کسی که داره نقد میشه طبعا براش سخت پذیرش اون. این یه ویژگی آدمیزاده، این نمیتونیم بگیم انقدر انتظار داشته باشیم اون آدمهایی که دارن نقد میشن سه صدر بالایی داشته باشن که طرف مقابل هر جوری گفت، هر چی گفت، اینها بپذیرن. در مورد دستگاه همینه. دستگاه مختلف کشور هم وقتی حس میکنن کسی که داره نقدشون میکنه یا مثلا رسانه‌ای که داره نقدشون میکنه بیشتر هدفش ضربه زدن به اون سیستمه، یعنی میخواد بگه تو نباشی من باشم، تو غلط داری رفتار میکنی، اونی که من میگم درسته. وقتی این حس داره به مخاطب، حالا فرد باشه یا یه سیستم و دستگاه باشه، منتقل میشه، طبیعیه که اون موضع میگیره، طبیعیه که اون نمیپذیره. پس بنابراین به نظرم ما باید یه پله برگردیم عقب‌تر، ادبیات نقد رو در کشور درست کنیم. ادبیات که میگم منظورم فقط کلام نیست، فرهنگ حاکم بر نقد رو در کشور درست کنیم. سیاقی رو به بحث دوستمون حس خیرخواهی از نقد رفته. خب نقد به معنای بیان نقاط ضعف و مثبت یک موضوع، یک سوژه، یک فرد دیگه، نقاط ضعف و قوت یک فردی رو که بیان میکنیم نقدش کردیم. حالا یه موقع است صرفا نقاط ضعف رو بیان میکنیم، خب اون اینجاست که میگیم حس خیرخواهی احتمالاً رفته یا صرفا میخواد تخریب کنه یا برخورد کنه. نکته بعدی که اون حس خیرخواهی کم رنگ شده توی فضای نقد جامعه اینه که برخوردهای چکشی داشتیم از هر دو طرف ها، نه اینکه حالا صرفا بگیم جریان محافظه‌کار یا جریانی قدرت رو در اختیار داشته بعضن برخوردهایی کرده به همین دلیل صرفا اینها مسئول هستن، نه، همین دلیل باعث شده که اون حس خیرخواهی طرف مقابل وقتی نقد میکنه یه حس خیرخواهی نداره، میگه صرفا نقدش کنم که تضعیف بشه، نقاط ضعف رو بگم که ضعیف‌تر بشه. قضاوت رو درباره مباحثی که انجام شد میسپارم به بینندگان عزیز. شبتون بخیر، خدا نگهدار. سلام استاد. استاد سلام عرض میکنم. جواب سلام که دیگه واجبه. با رئیس دفترم هماهنگ کنید. به خاطر کلاهه؟ بنده به تازگی پستی گرفتم، با رعیت جماعت هم کلام نمیشه. من چهره فرهنگیه من. ما سیاسیون از همه تون بالاتریم. آجا نگاه به کلاه هم نکنید، من واقعا یه چهره فرهنگیه. اصلا از شأن ما نیست با شما هم کلام بشیم، که برسه خودمون رو در بوته نقد شما قرار بدیم. برگشت چشای من نگاه میکنه میگه به عمل کردت نقد دارم. کی من؟ یکی مثل شما. آجا اون ظرفیت نداشته، من اصولا غلط بکنم نقد بکنم، اما سازنده و غیر سازنده. کار مردم به جایی رسیده که درخت رو نقد میکنه. آقا ما مورد داشتیم زنبیل رو شروع کرده نقد کردن. چه رنگی بوده؟ قرمز. من دوست دارم با کفش همه جا برم. بنده 93 تا شغل دارم، دوست دارم. حضور من راننده ای شما هم نقد چی؟ کش که چی؟ حالا بگین کجا میریم من شما رو برسیم، میرین دفترتون؟ کجا میشه من شما رو یه نقدی بکنم؟ کجا برای پوز دموکراسی یه کمش لازمه. راست میگی، یه ذره نقد کن حتی قبل از اینکه بقیه بفهمن و یواشکی اینو نخوام. اگر دیدن که خودم چک میکنم این خوبه نقد کن بینن. آجا کلاهاتون خیلی قشنگه. نقد بسیار خوب. من واقعا جسارت میکنم ولی وظیفه دونستم که اینو بگم. شما راجع به عمل کرده من که نقدی ندارید؟ نه، فقط عمل کردتون خیلی بهترینه و جا داره که بهتر بشه. ای شما راجع به این که من تخصص ندارم توی حوزه ای اما تو اون حوزه مدیریت میکنم که نقدی ندارید؟ تعهد کرده شما چون کافیه دیگه. زیاد دارم، من خیلی تعهد دارم. آقا شما مثل دشمنهای بنده که انتقادی نداری به عمل کرده من که انتقاد کردیم؟ انتقاد کردی؟ بله. آب به آسیا بود دشمن اختیاره؟ نه بزن بقیه بزن بقیه چه شده آجا؟ من اصلا کنار وعدیت نباید بشینم.
مستقیم بود آقا. بفهمید آقا. مردی که چند شغله راندخاره غیر شایسته سالار. Let's move on.